سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز. در این برنامه با پرونده ی هیولایی آشنا میشیم به نام رابرت هانسن، قاتل سریالی که قربانیان خودش رو مانند حیوان شکار میکرد. پس در ادامه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید. رابرت هانسن یک شکارچی ماهر بود که تعدادی از رکوردهای محلی در زمینه شکار رو در اختیار داشت، اما هیچ کس نمیدونست که او در ساعت بیکاریش یک قاتل سریالی بیرحمه و به شکار واقعی انسان میپردازه. در داستان کوتاه خطرناکترین بازی نوشته ریچارد کانل در سال 1924، یک ژنرال بازنشسته سرشناس که از تله گذاری برای حیوانات خسته شده بود، یک شکارچی کارکشته رو به جزیره خود میکشونه و اون رو برای یک مسابقه به چالش میکشه. سپس ژنرال پیر به مدت 3 روز به شکار این شکارچی میپردازه. ژنرال به این مرد قول میده که اگر در مدت این 3 روز بتونه از دست تله ها و نقشه های اون جان سالم به در ببره، شکار پایان یافته و اون میتونه زنده این جزیره رو ترک کنه. در نهایت شکارچی پیروز میشه، هرچند این اتفاق پیچیدگی های اخلاقی شکارگری رو حل نشده باقی میذاره. از زمانی که داستان کوتاه کانل در سال 1924 منتشر شد، داستان شکار انسان توسط انسان بسیاری رو تحت تأثیر قرار داد. این ایده در بسیاری از رمان‌ها و سناریو فیلم‌ها و حتی سریال‌ها وارد شد، اما اغلب داستانی غیر واقعی انگاشته می‌شد که امکان وقوع اون در زندگی روزمره وجود نداشت. با این وجود در سال 1971 رابرت هانسن این مفهوم را از کتاب‌های داستان و تخیلی بیرون کشیده و اون رو به یک واقعیت خوفناک به درازای 1 دهه تبدیل کرد که او رو به یک قاتل سریالی مخوف با لقب شیرینی فروش قصاب ملقب ساخت. برخلاف همسایان داستانی خود، هانسن یک ژنرال سرشناس نبود. هانسن یک مرد لاغرندام بسیار خجالتی بود که هنگام صحبت کردن دچار لکنت زبان می شد. همین مشکل باعث شده بود که وی برای سالیان دراز مورد تحقیر دیگران قرار بگیره. هانسن که از اجتماع دور شده بود، اوقات فراغت خود رو به تنهایی میگذروند و رفته رفته به یک شکارچی مشتاق تبدیل شد و بدین ترتیب خشم و میل سیری ناپذیرش به انتقام از کسانی که تمسخرش میکردند رو به سمت شکار حیوانات سوق داد. در سال 1957، زمانی که هانسن تنها 18 سال داشت، به نیروهای ذخیره ارتش ایالات متحده پیوست، به این امید که دوران سخت نوجوانی را پشت سر گذاشته و از خود مردی که می‌خواست بسازد. و البته برای مدتی نیز موفق به این کار شد. بعد از 1 سال خدمت در نیروهای ذخیره ارتش، به عنوان مربی آموزش‌های نظامی در پوکاهانتس ایالت آیووا انتخاب شد و همانجا نیز با 1 زن جوان ازدواج کرد. متاسفانه پس از اینکه هانسن به دلیل آتش زدن گاراژ اتوبوس مدرسه دستگیر شد، همسرش از او طلاق گرفت و او را تنها در زندان رها کرد. وی پس از گذراندن 20 ماه از دوره 3 ساله زندان خود آزاد شد، اما خیلی زود بار دیگر به دلیل سرقت به زندان افتاد و مدتی را نیز به این دلیل در زندان گذراند. این بار پس از آزادی وی توانست با 1 زن جوان محلی دیگر ازدواج کند. در نهایت به این نتیجه رسید که دیگر از محل زندگیش خسته شده و در سال 1967 به آنکریج در آلاسکا نقل مکان کرد تا بدین ترتیب از زندگیش در پوکاهانتس به اندازه کافی دور باشد. در آنجا او به یک شهر کوچک رفت و با همسر و 2 فرزندش زندگی آرامی را در پیش گرفت. همه او را دوست داشتند، خانواده خوبی داشت و یک نانوایی و شیرینی پزی کوچک نیز راه اندازی کرد. اما در حالی که مردم شهر او را یک شیرینی فروش دوست داشتنی با خانواده‌ای خوشبخت می‌دیدند، در درون هانسن چیز دیگری می‌گذشت. او از درون هنوز همان پسر بچه‌ای بود که بی‌محابا مورد تمسخر قرار می‌گرفت و در درون خود حسی شدید برای انتقام داشت. 20 سال پس از اینکه هانسن به آنکریج نقل مکان کرد، یک دختر 17 ساله که با پای لخت و با دست‌های بسته در یکی از جاده‌های خارج از شهر در حال دویدن بود پیدا شد.
بعد از اینکه پلیس این دختر را پیدا کرد، وی ادعا نمود که برای مدتی توسط یک مرد به گروگان گرفته شده و پس از تجاوز و شکنجه و زنجیر شدن و در حالی که سعی داشته وی را با هواپیمای کوچکش به یک کلبه در دره مانتانوسکا منتقل کند، موفق به فرار شده است. جزئیاتی که وی در مورد چهره و شرایط مرد مورد نظر ارائه می‌داد، همه با هانسن همخوانی داشت که توسط پلیس فراخوانده شده بود. اما وی ظاهراً مرد بی دست و پایی بود و مردم محلی نیز او را یک شیرینی پز دوست داشتنی می‌دانستند. هانسن تایید کرد که دختر مذکور را می‌شناسد و با او ملاقات داشته، اما وقتی به تلاش‌های وی برای اخاذی توجه نکرده، زن مذکور برای وی دسیسه چینی کرده است. هانسن بعد از اینکه یکی از دوستانش برای بیگناهی او در این موضوع شهادت داد و ظاهر موضوع نیز نشان از بیگناهی او داشت، آزاد شد. با این وجود پلیس محلی به تحقیق در مورد ماجرای زن مذکور ادامه داد. در ماه‌های آینده آنها چندین جسد را در دره مانتانوسکا پیدا کردند که همگی زن بوده و برخی از آنها هیچگاه شناسایی نشدند. اهمیت ماجرا باعث شد که FBI وارد عمل شود و بر اساس جراحات و صدماتی که به قربانیان وارد شده بود، سرنخ‌هایی در مورد قاتل سریالی جمع‌آوری شد. یافته‌های گروه روانشناسی قتل به این نتیجه ختم شد که قاتل سریالی مذکور به احتمال زیاد یک شکارچی ماهر است که اعتماد به نفس بسیار پایینی داشته و در گذشته او پس زده شدن توسط زنان دیده می شود و شاید هم لکنت زبان داشته باشد. اگرچه از همان ابتدا هانسن مظنون اصلی بود، اما پس از اتمام تحقیقات شکی باقی نماند که قاتل سریالی مورد نظر همان هانسن است. او تمام خصوصیاتی که تیم تحقیق در مورد این قاتل سریالی فرضیه سازی کرده بودند را داشته و علاوه بر این دارای یک هواپیمای کوچک و کلبه‌ای در دره مانتانوسکا بود. به زودی پلیس توانست مجوز تفتیش هواپیما، خودرو و خانه‌های هانسن را کسب کند و یافته‌هایش آنها را شوکه کرد. آنها دریافتند که وحشت و ترسی که زن مذکور تجربه کرده بود بسیار فراتر از تجاوز و شکنجه بود که برای افراد پلیس به شیوه بی سابقه‌ای ترسناک جلوه می‌کرد. وی بعد از روبودن زنان که معمولاً فاحشه یا رقصنده بودند، آنها را به کلبه دور خود که در وسط یک زمین باز واقع شده بود می‌برد و سپس آنها را رها می‌کرد. و در این میان قربانیان امیدوار شده و حس می‌کردند شانسی برای زنده ماندن دارند. سپس در حالی که آنها برای زنده ماندن تلاش کرده و دنبال راهی برای خارج شدن از جنگل می‌گشتند، این قاتل سریالی بی‌رحم آنها را تعقیب کرده و پس از کش و قوس‌هایی که تنها برای هیجانی کردن شکار خود به کار می‌گرفت، آنها را مانند حیوان شکار می‌کرد. هانسن با یک چاقوی شکار و یک تفنگ اتوماتیک مخصوص شکار برای ساعت‌ها و گاهی روزهای متوالی شکنجه می‌کرد تا اینکه در نهایت مانند پایان یک بازی مرگبار شکار آنها را مورد هدف قرار می‌داد. در خانه هانسن نقشه‌ای از تمامی منطقه که روی آن نقاط کوچکی با نام X مشخص شده بود پیدا شد که نقاط قتل و دفن کردن زنان قربانی را نشان می‌داد. روی هم رفته در روی این نقشه 17 نقطه با علامت X مشخص شده بود. اگرچه وی دخالت در 4 مورد از این قتل‌ها را نپذیرفت، اما به 13 مورد دیگر اعتراف کرد و ادعا کرد که 4 نفر از آنها را کشته است. در نهایت او مکان جنازه ها را به پلیس نشان داد و خود با افراد پلیس به محل های مذکور رفت، هرچند در نهایت 4 جسد هرگز پیدا نشدند. رابرت هانسن به عنوان یک قاتل سریالی بی‌رحم که لقب شیرینی فروش قصاب را به دست آورد، علی‌رغم وجود جسدهای متعدد به جرم قتل 4 زن و روبودن و تجاوز به زن دستبسته‌ای که از دست او فرار کرده بود محاکمه شد. در نهایت رابرت هانسن به حبس ابد محکوم گردید و در سال 2014 در زندان سیوارد آلاسکا درگذشت. برخلاف نظر عموم، قاتلان سریالی انسان‌های گردن کلفت و هیکلی نیستند و از روی چهره‌شون هم قابل شناسایی نیستند. در بسیاری از موارد انسان‌های ساده و خجالتی هستند که از درون کاملاً با ظاهرشون متفاوتند. شما در این باره چه نظری دارید؟ در کامنت‌ها نظراتتون رو برامون بنویسید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما هستیم.
فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافی مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. Thank you.